شهر ما ریچموند هیل به زودی در انتظار یک انتخابات بسیار مهم برای شورای شهر می باشد. من مهناز شهبازی هستم، نامزد انتخاباتی برای منطقه 5 ریچموند هیل، و امیدوار هستم که در روز 22 اکتبر شماها رو در پای صندوق‌های رأی داشته باشم و آرای شما بتونه نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشه که ما بتونیم شهر بسیار زیبا و بهتری رو در ریچموند هیل داشته باشیم و بتونیم زندگی راحت‌تری رو در این شهر دنبال کنیم. منتظر آرای شما هستم. مرسی. با عرض ادب و احترام در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. همطور که دوستان عزیز در ابتدای برنامه توضیح دادم خدمتتون، میدونین که برای انتخابات شهرداری روز 22 اکتبر هست و دیگه زیادم وقت نمونده. در ماه اکتبر این اتفاق خواهد افتاد و این اتفاق هم خیلی برای ایرانی ها این دفعه حائز اهمیته. ما چند تا کاندید ایرانی داریم، مخصوصا در منطقه ریچموند هیل. همطور که توضیح دادم، خانم مهناز شهبازی که کاندید خیلی خوبه برامون این بار، توضیحاتی براتون دادم که چرا مهناز شهبازی، و واقعا حقشه، برای جامعه خودمون خوبه، هم حق او هست چون امتیازاتی داره که از اون امتیازات و تجربهش میتونه استفاده کنه به نفع مردم منطقه، و هم یک ایرانیه که واجد شرایط ما. این خیلی خوبه که ایرانی ها برن جلو، این برای ما خیلی امتیاز خوبیه، ولی حداقل یک ایرانیه که بهش اعتماد میتونیم بکنیم، ایرانیه که سابقه خوبی داره، کارهاش، کارنامهش خوبه، کارهای فعالیتهایی که کرده همه خوب بوده، و در منطقه‌ای که داره میره منطقه ایرانیه. خوشبختانه ما الان وارد و سوال خواهیم کرد ازشون، وارد 5 که میگن این ریچموند هیل تقسیم بندی میشه و به چند وارد، حالا وارد 5 که مال ایشونه و چند رقیب غیر ایرانی هم دارن، حالا خوشبختانه این دفعه رقیبا غیر ایرانی هن، خیلی راحته برای شما رأی دادن و پیدا کردن اسم ایشون. بعضی وقتا دو تا ایرانی که کنار هم قرار میگیرن مقایسه کردنشون خب خیلی به هر حال وقت میبره که دیگه واقعا اونجا باید حق انتخابتون سخت میشه. اینجا دیگه حق انتخاب خیلی راحته، چون میدونیم شرایط خوبی رو داره، میدونیم برامون میتونه خوب کار کنه و تنها ایرانی منطقه وارد 5. خب پس رأی دادن چرا بهش رأی ندیم؟ حالا چرا اصلا باید بریم برای شهرداری رأی بدیم؟ چرا اینقدر حائز اهمیته؟ میریم با هم راجبش با او صحبت میکنیم. خانم شهبازی عزیز، مجددا سلام، خیلی خوش آمدی در این بخش برنامه. مجددا میخوایم یه بررسی کامل تری رو داشته باشیم راجع به وارد 5 اصلا، اگه موافق باشی. وارد 5 و اینکه اصلا چرا اینقدر رأی دادن در شهرداری مهمه برای قسمت شهرداری. من اگه اشتباه نکنم، مثلا خود من به عنوان یه شهروند، من 35 سال کانادا هستم، خیلی از مشکلات و چون کار مدیا میکنم، باور کن زمانی که انتخابات آقای دکتر مریدی بود، از همون سالها انتخاب که شدن، حتی الان هم که نیست، هنوزم ما میگیم دکتر مریدی. ببین چقدر های زهمیته. و ما الان MPP منطقه ریچموند هیل و بخشی بزرگی از ریچموند هیل و آرورا رو مایکل پارسا رو داریم. بله. MP ریچموند هیل و آقای مجید جوهری رو داریم. خب این اتفاق خیلی خوبیه، ریچموند هیل خیلی ایرانی توشه. حالا فکر کن در وارد 5 کانسلر شهرداری یک ایرانی شما رو داشته باشه، یک انسانی که فعالیت خیلی خوبی داشته در زمینه‌های مختلف، صاحب بیزینس‌ها خیلی با شهرداری میتونن خوب بفهمن مشکلات بیزینس ها چیه، بیزینس های سلف ایمپلوی و بیزینس هایی که، چون اکثر ایرانی ها بیزینس های خودشونو دارن، خیلی با شهرداری کار دارن و خیلی مهمه که یه ایرانی داشته باشین تو شهرداری. حالا شهروندایی که تو خونه زندگی میکنن، شما عزیزان سینیوری که تو خونه زندگی میکنین، شما ممکن بگیم ممکن بیزینس نداریم، به ما چه که شما چیکار میکنین؟ چرا ما باید بریم به شما رأی بدیم؟ حتی یک نیم ساعت تو خونمون بلند شیم بریم پای صندوق رنگ، که شاید یا پایین آپارتمانتونه یا توی کامیونیتی سنتر بغل خونتونه، پاشیم بریم یه رأی بندازیم. ضمن این که شاید هزار بار هم در کارهای مثلا کمکایی که مهناز خانم در شهر کرده خبرم داره، ولی چرا؟ حالا براتون میگم چرا. اکثری که خونه دارین یا هر مشکل دارین، صبح که خواب پا میشین برف اومده، هزار و یک بار گله میکنین وای از دست شهرداری.
وای چرا شهدانی برفا رو میریزه جلوی خونه؟ فکر میکنین کی باید بره سراغشون؟ شما میتونین برین؟ فکر میکنین با شهدان میتونین حرف بزنین؟ کی میتونه اعتراض شما رو به گوششون برسونه و این مشکل رو حل کنه؟ کانسلرتون، یکی مثل مهناز خانم، یکی که انتخاب درست باشه. کانسلرهای دیگه اصلا جواب تلفن شما رو هم نمیدن. اینی که سوالها تونستین صحبت کنین و یه سری پیغام ها رو از طریق ایرانی ها برسونین به مجلس و امروز ایرانی ها حرفی برای گفتن دارن، چون نماینده ایرانی داشتیم. تا ما یه ایرانی تو شهرداری نداشته باشیم، نمیتونیم کاری بکنیم و بگیم شما اگر یک دونه توی آشغال، حالا کلمه خیلی خوبی تو فارسی نیست ولی آشغال دیگه، زباله است، زباله قشنگ تره، اکچولی مرسی. و این زباله هایی که میذاریم دم در، یک دونه اضافه مثلا تو این باکس آبیه بذارین، این ماشینایی که قرارداد دارن با شهرداری میان ببرن، اگه یه دونه اضافه توش باشه یا این نایلوناتون اضافه باشه، یه دونه اوپس براتون میزنن روش و یه علامتی میزنن، نمیبرن. شما هم نمیتونی داد و بیداد کنی چرا نبردن، یا بری شهردار رو از کار برکنار کنی، یا مالیات تو ندی. آقا ما مالیات میدیم، واسه چی؟ مالیات خوبی هم میگیرن، همتون پراپرتی تکس میدین، مالیات میدین و نمیتونین اعتراض کنین و بگیم ما مالیاتمون نمیدیم تا بیاین آشغالای ما رو بردارین. نخ، اون کار کیه؟ کانسلرتون. و یکی مثل ایشون باید بره به جنگ اینان که رأی میدن و این تغییرات رو ایجاد میکنن، و اینان که میفهمن، چون اینا بیزینس دارن، میفهمن، میدونن درد شما رو، زبان شما رو میفهمن. و خیلی مهمه، اینا کوچیکترین مشکلاتش بود که من روزمره برای شما گفتم. و من میدونم که خیلی در خونه ها رفتی، اکثر ایرانی هایی که من میشناسم گفتن وقتی شما رفتی در خونه هاشون خیلی خوشحال شده بودن، خیلی ذوق کرده بودن، گفتن چقدر ما خوشحال شدیم که یه خانم ایرانی داره میره تو شهرداری، وای چقدر خوب، حالا ما میتونیم بهش رأی بدیم، حالا میتونیم بهش زنگ بزنیم، شما تیکت بگیرین، جریمه بشین، باید بریم پیش کانسلرتون. خیلی کارهای مختلف هست که کانسلر میتونه انجام بده، اصلا شهردار رو شما نمیبینین، تو شهرداری نمیتونی، شهرداری دیدی که اصلا جواب ملتو نمیده، اصلا هیچی. کانسلران که رابط شما با شهرداری هست و خیلی مهمه که کانسلرتون کیه. به هر حال ایرانیای منطقه‌ای وارد بن که چقدرم شانس آوردی مهناز خانم، چقدر در منطقت ایرانی هست. بله ایرانی زیاد. و خوشبختانه من خیلی خوشحالم که شما، چون امتیازات خیلی خوبی داری، میدونم به جامعه خیلی، میدونم خیلی زحمت کشی، میدونم فعالی، درد و خوب میدونی، زبون داری، میری جلو، ولکن نیستی. ایرانی هم در این منطقه شانسشون خوب، یه ایرانی رو میتونن تو شهرداری داشته باشن، خیلی خوبه، خیلی خوبه که این اتفاق خواهد افتاد. و برین، برین برای رای دادن. ببینین همه دلشون میخواد خانم شهبازی انتخاب بشه، هم دلشون میخواد تو شهرداری ایرانی بشه، ولی اگه روزای رای نرین رای بدین، این اتفاق نخواهد افتاد. اینی که ما فقط دلمون بخواد کافی نیست، خیلی مهمه که روزای رای بریم رای بدیم و این زحمت رو باید بکشین. حالا برای ما از وارد بگو مهناز خانم. من مجدداً سلام میکنم به بینندگان عزیزی که تازه به ما ملحق شدن، باز هم تشکر میکنم از خانم احمدی همسر عزیزشون. آخه پشت صحنه ها رو مردم نمیبینن، جا داره اینجا جلوی دوربین ازشون تشکر بکنیم، از این فرصتی رو که در اختیار من گذاشتین که بتونم صحبت کنم. تقریبا شما توضیحات کامل رو به بینندگان عزیز دادین، ولی در ادامه اون راجع به برنامه هایی که من در برنامه هام هست که برای مردم انجام بدم، و من این مقدار توضیحات بیشتر میدم. همونطور که خانم احمدی گفتن، خیلی مهمه که شما پای صندوق های رای باشین، برای اینکه رای شما شمرده میشه و اگر اون رای وجود نداشته باشه، نظر شما رو اونا نخواهن. و نظر شما خیلی محترمه، ولی این نظر حتما باید با رفتن شما پای صندوق های رای و رای شما باشه. من امیدوار هستم که مردم رو حتما حضورشون رو در انتخابات داشته باشیم. فقط راجع به وردی که خودم دارم میرم صحبت نمی کنم. ما خوشبختانه امسال تقریبا فکر می کنم 14 نفر ایرانی رو داریم که توی مناطق مختلفی اینها به عنوان کانسلر یا تراستی دارن
ران میکنن، حتی یه نفر هم رو هم در ریچمون هیل داریم که به عنوان میئر دارن ران میکنن. و من خواهش میکنم از تمام هموطنان عزیزمون حمایت کنین، در کنارشون باشین، پای صندوقهای رای برین، اول باهاشون آشنا بشین. من نمیگم صرفا چون ایرانی هستن رای بدین، ولی چون ایرانی هستن یه قدم جلوتر بذارین، سعی کنین باهاشون آشنا بشین و حمایت خودتون رو در کنار حمایتشون اونا رو حمایت کنین، در کنارشون باشین. و من امیدوار هستم که حتما در انتخابات امسال شهرداری ها ما برندگانی رو داشته باشیم. من تمام سه دوره قبلی رو almost همیشه اوالویت کردم، زیر نظر داشتم و دیدم که متاسفانه به دلایل مختلف، که یکی از دلایلش این بوده که گاهی اوقات چند تا ایرانی با هم دیگه رفتن و وارد یه ورد شدن، رأی شکسته شده و اون ایرانیان نبردن. به حال اینا رو باید توجه داشته باشیم. آره باشه، خیلی رأی ایرانی ها، ولی نتیجه نداده. ولی چون چند تا ایرانی با هم بودن و نتونستن. من واقعا از صمیم قلب امیدوار هستم که امسال حتما ما برندگانی رو داشته باشیم در حوزه شهرداری ها، و بدون اینکه دخالت در این انتخابات باعث میشه که زندگی روزمره خودتون بهتر بشه. من از خودم میگم، برای اینکه من در ریچمون هیل بیزنس دارم، کار میکنم، بیزنس من بازم تاکید میکنم 9 to 5 نیست، برم توی یه آفیس و بیام، کاریه که هر روز با مردم در ارتباط هستم. و به خاطر علاقه که خودم دارم تو کمپینای مختلف کار کنم، با من کانوسینگ زیادی رو که من برمیگردیم به صحبت اول شما که پرسیدین، با داشتن دو تا بچه، من دخترم 11 سالش هستش، وانیای عزیزم که خودش بهترین والنتیر کمپین من هستش، پراود آف یو وانیا، و همینطور پسر عزیزم آرتین که همراه من دم خونه ها میاد و خیلی صبورانه با اینکه 7 سالشه وای میسه گوش میکنه صحبت های مردم و برخوردی که من میکنم. و خیلی جالبه که وقتی از دم اون خونه میایم، صحبت هایی که گوش میکنه من میگه ماما من مطمئنم این به شما ووت میکنه، یا اون یکی رو ماما یه بار دیگه یادداشت کن باید بیای باهاش حرف بزنی. و برای من خیلی جالبه یه پسر 7 ساله واقعا اینقدر دقت داره، اینقدر توجه داره و به مشکلات مردم داره گوش میده و تازه داره میفهمه که از این سن داره میفهمه که زندگی همین خونه ای که میبینی، این ساختمون ظاهریش نیست، درون این خونه ها مشکلات زیادی هست، غمای زیادی هست، و اونی که این بیرون هست میتونه خیلی چیزا رو حل بکنه. به حال ما زندگیمون داریم یاد میگیم به بچه‌ها. یعنی نگی به من 20 سالگی من اینجا نشستم با پسرت باید مصاحبه کنم، یعنی من چش به هم بزنیم، من باید بشنم اینجا با پسرت کاندید شده داره. و واقعا من بچه هام وانیا و آرتین، خیلی از دوستان من که از نزدیک بچه های منو میشناسن میدونن که همه چیز، یعنی زندگی که ما داریم میکنیم همه چیش واقعیه، یعنی از کمک های خیریه که انجام میشه، این بچه ها با این سنشون قشنگ میدونن معنی فاندریزینگ یعنی چی، قشنگ میدونن یه کمپین انتخاباتی برای چی داره میره و چه مراحل رو باید طی کنه. راجب خیریه گفتی، دلم بخواد این، چون اینو خودت هم نمیدونی که من یادمه، احتمالاً خب با همه مشکلات زندگی که ما داریم شاید واقعا ندونه مهناز جون که من این یادمه. یادمه در یکی از تولدهای، خب چون خودش رستوران داره طبیعیه که خب مسلماً تولدهای بزرگی هم برای دخترش در رستورانش میگیره، امکاناتو داره، مثل نمیمونه مثلا من در ماشینم باید بهترین آهنگا رو گوش کنم دیگه، چون بالاخره رادیو دارم و این همسر من باید خب آهنگای خوبی برای من جور کرده باشه. ایشون هم در رستورانش خب طبیعتاً تولدهای مفصلی برای دخترش میگیره. یادم میاد در یکی از این تولدها تمام هدایای گران قیمتی که برای دخترت دوستان آورده بودن همه رو هدیه کرد به یکی از خیریه ها، خودش انجام داد. بله، و خودش درخواست کرد که، از همه سورپرایز شدیم و رفت اونجا بودن خیریه که حالا اسم نمیام، و رفت همه رو داد به خیریه. دقیقا همه رو خودش با دست خودش، هدایایی که معمولا یه بچه در اون سن، خیلی سنش کمتر بود دیگه، این کار رو نمی کنه و تمام هدایاشو بخشید. و خب اینا ریشه میخواد دیگه، اینا خب در دامن تو بزرگ شده، یاد گرفته از بچگی. من یادم این بچه همش تو این آره دیده کانادا رو میخوند، دیده، و خب اینا کارهای قشنگه و خیلی خوبه. آفرین. البته من به یه بخش خوب این قضیه اشاره میکنم، یه بخشش که واقعا افتخار میکنم، دختر من این کار رو در سن 8 سالگی انجام داد و همونطور که خیلی از دوستان ما اون روز تو اون مهمونی بودن میدونن، تصمیم خودش بود و من خیلی
خوشحالم که این بچه داره این زندگی رو، این چرخش این زندگی رو نگاه میکنه و یاد میگیره و این احساس بینیازی کاش در همه ما باشه و بدونیم که هیچ چیزی رو از این دنیا با خودمون نخواهیم برد. من بارها در صحبتایی که جاهای مختلف داشتم کردم و گفتم ما وقتی به دنیا میایم خودمون دخالتی نداریم، وقتی هم از دنیا میریم کاری نمیتونیم بکنیم، ولی تو فاصله بین مرگ و زندگیمون مدیریت اون به عهده خودمونه و خودمونیم که باید تصمیم بگیریم چطوری زندگی کنیم. و من خیلی خوشحالم، بله تو اون تولد دختر من اون موقع 8 سالش بود، الان 11 سالشه و اون موقع وقتی که اون تیبل به اون بزرگی پر از کادو بود اومد و به من و دوست خوبمون آقای کیاسد و همطور پدرش و فامیلای نزدیکی که بودن گفتش که من الان میخوام برم بالا یه سخنرانی کوچیک بکنم، چون عادت داشت از 5 سالگی این کارو انجام میداد و گفت میخوام برم تشکر کنم و اگر شماها موافق باشین من این کادوها رو اون موقع یکی از خیریه ها که نمیدونم الان میتونم اسمشو ببرم یا نه، از این بنیادهای خیریه اونجا بودن و گفت اگر اشکال نداره، چون تولد دختر من تو فوریه است و نزدیک عید ایران بود و از خودش این مسئله رو مطرح کرد و گفت میخوام این هدایا رو همه رو تقدیم کنم به بچه هایی که در ایران پدر مادر ندارن و اگه اشکال نداره از این گروهی که اونجا بودن از طرف، چون ما همیشه تو مهمونیایی که داریم همه جور آدمی هستن و خواهش کرد از اونا که این کادوها رو همه رو شما برداریم و حتی اونا ازش خواستن که کادوها رو باز کن شاید چیزی رو بخوای از توش برداری و گفت نه اگر چیزی رو دوست داشته باشم باید بدم. و من واقعا نبرای اینکه این بچه منه، من اگر این حرکت رو از هر انسانی تو هر سنی میدیدم، به خصوص که از یه بچه 8 ساله، واقعا بهش افتخار میکردم و از اینکه هممون یاد بگیریم تو زندگیمون بیشتر بینیازی رو دنبال کنیم. وقتی که کار بسیار بزرگی کرد و بچه ها ما رو دارن نگاه میکنن، یاد میگیرن و اینا میتونه به دنیا کمک کنه. ما هممون میگیم چرا من، ولی همه منها ما میشه و میتونیم دنیا رو عوض بکنیم و این خیلی مهمه. عملکرد امروز من و شما سرنوشت فردای بچه های ما هستش. بله دختر من، حالا برمیگردیم دوباره به کمپین، خیلی متشکرم. من نمیخواستم اینو بگم ولی واقعا اون قسمت بینیازیش برای من خیلی مهمه. فکر میکردی منم یادم باشه. ولی امیدوارم که من مطمئنم و بچه های زیادی رو مثل وانیا خواهیم داشت، بچه های زیادی رو که درک و شعورش رو دارن و میتونن این احساس بینیازی رو در خودشون تقویت کنن و بیشتر تلاش کنن که دنیا رو دگرگون کنن. خیلی جاهای دیگه وانیا فعالیت داره در سن 11 سالگی. نمیخوام بگم وانیا یه الگوه فقط برای ما، فقط برای اینکه بدونیم که بچه ها رو میتونیم آموزش بدیم، میتونیم ازشون بخوایم که برای جامعهشون مفید باشن و نباید فکر کنیم که حتما باید 16 ساله 17 ساله 18 ساله بشن. نه، بچه ها خیلی زودتر از بزرگتر رو یاد میگیرن، پس سعی کنیم بهشون چیزای خوب و مثبت رو یاد بدیم، شفافن. ولی در مورد منطقه که شما از من پرسیدین، کسانی فقط میتونن به من رأی بدن که توی منطقه 5 ریچمون هیل زندگی میکنن. این منطقه شامله؟ بله، منطقه 5 کسانی که توی ریچمون هیل هستن از میجر مکنزی به سمت پایین، همینطور که توی عکس میبینین، قسمت شمالش میشه میجر مکنزی، قسمت جنوبش میشه 407، قسمت غربیش میشه خیابون بترز و قسمت شرقیش میشه خیابون بیویو، ولی خیابون بیویو و ولدریک از اونجا تقسیم میشه، شمال ولدریک هست ولی قسمت پایینش نیستش. برمن این کسانی که فقط توی این منطقه زندگی میکنن میتونن به من رأی خب بدن. حالا برای اینکه دوستان مطمئن شن از روی آدرس پستیشون، چون خب مثلا یه قسمت از ولدریک هست یه قسمتش نیست، درسته؟ درسته. برای اینکه مطمئن بشن من یه شماره تلفن اعلام کنم که در زیرنویس نوشته شده، شنوندگان بتونن زنگ بزنن، آدرس پستی روی پاکتشون اگه بخونن شما میتونی بهشون بگی. بله، ما از روی پستال کدشون میتونیم بهشون بگیم که توی منطقه‌ای که ما میخوایم هستن یا نه، میتونن رأی بدن به شما. 416 یا این شماره رو یادداشت کنین، ممنون میشیم. زنگ بزنین به خانم مهناز شهبازی، به شما از روی پستال کدتون رو یک نامه‌ای که براتون میاد بخونین پستال کدتون، بهتون بگن که میتونین رأی بدین یا نه به ایشون. 416 356 98 23. روی تصویر ملاحظه میکنیم برای شنوندگانی که صدای ما رو دارن، ممنون تو میشیم. 416 356 98 23 که به صورت اطلاعی این رو براتون اعلام خواهیم کرد، تماس بگیرین که جهت منطقه تون رو اعلام کنین، پستال کدتون رو ببینیم شامل رای میشه که در روزهای رای ببینین. ما اگه بتونیم
این قسمت کمک کنید و ایشون انتخاب بشه برای منطقتون، خب خیلی به نفعتون خواهد بود. و روزهای قبل 22 رأی‌گیری انتخابات شهرداری 22 اکتبر، ولی چند روز گذاشتن برای اینکه اگر شما 22 نیستین تو شهر یا نمیرسین، چند روز وقت دارین قبلش برین رأی بدین، که اون رأی قبله که از قبل برین رأی بدین خیلی مهمه، چون اونجا دیگه متوجه میشن که چقدر رأی رفته و این خیلی حائز اهمیته برای خانم مهناز. این کار رو براشون بکنین، کمک بزرگی هم به جامعه خودمون، هم به منطقه خودتون، هم واقعا یه کاندید خوب و فرستادین داخل. که هست 6 و 7 اکتبر، بله، ویکند میشه، بله، شنبه و یک شنبه هستش. خیلی کمک، اگر هم وسیله ندارین میشه اومد کمکتون کرد بردتون. چند روزی وقت هست که این کار انجام بشه قبل از 22 روز نهایی رای. فقط با یه تلفن میتونین این کار بکنین. 6 و 7 اکتبر، 13 و 14 اکتبر، 15، 16 و 17 اکتبر، همین روزا وقته. یعنی بهانه دیگه نمیتونیم بیاریم، همشو وقت داریم که این کارو کمک کنیم انجام بشه. هر وقت ایرانی ها تصمیم گرفتن یه کاری رو به نتیجه برسونن موفق شدن. این بار هم میتونن، این بار هم میتونین و موفق هم میشین. خوش به حال وارد 5. خیلی متشکرم. واقعا میتونم. و واقعا این صحبتی که شما میکنین درسته، برای اینکه آمار در ریچمون هیل نشون داده هر موقعی که ایرانی ها در منطقه ریچمون هیل در انتخابات دخالت کردن، 100% رأی اثر گذاشته و نتیجه دلخواه شده. من امیدوارم که شماها رو در پای صندوق های رأی داشته باشیم در منطقه ریچمون هیل. هر وقت خواستین تونستین، این بارم میتونین به نفع خودتون این کارو بکنین. 416 356 9823 زنگ بزنین که اگر امکانات رفت آمد ندارین، اگر پستال کدتون رو میخواییم بخونین که مطمئن بشین. و روزهای 6 و 7 اکتبر، 13 و 14 اکتبر و 15، 16، 17 اکتبر همش وقت هست که هماهنگ کنیم بریم برای رای. کیا میتونن رای بدن؟ کسایی که حتما باید سیتیزن باشین، کسانی که سیتیزن باشن و بتونن 19 سال باشن، اینا با 19 سال به بالا، 18 سال به بالا که 19 میشه ما و سیتیزن. نه، ما که هنوز سنمون پایین مونده، پس منم نمیتونم کاندیدیت باشم. خب پس سیتیزن و، بله، حتما باید سیتیزن باشن. یعنی ایمیگرانت ها نمیتونن؟ نه متاسفانه، حتما باید سیتیزن. یه ایمیگرانتی چند وقت پیش من دم خونهشون بودم و به من گفتش که چرا ما باید تکس بدیم از روزی که وارد کانادا میشیم ولی نمیتونیم رای بدیم. و من گفتم من حتما اینو مطرح خواهم کرد برای اینکه واقعا it's not fair. حتما اینا رو ما باید صحبت کنیم با این دولت ببینیم یعنی چی. اصلا تفاوت اصلی ایمیگرانت و سیتیزن، بله، دقیقاً همینه. حتما باید سیتیزن باشین، شهروند کانادایی باشین. امیدوارم هستم که ما تعداد شهروندای بیشتری رو در سال‌های آینده در کانادا لطف کنین انقدر سفر نرین و بیاین سیتیزنیاتون عقب نرین، بمونین بگیرین سیتیزنیتون رو، پاسپورتتون رو بگیرین، بله، سیتیزن باشین و بالای 18 سال. که خوشبختانه شنوندگان ما که همه سیتیزن های عزیز ما هستن و سینیورای عزیز ما که آماده به باش، همیشه آماده باش هستن و که برن حمایت کنن از کاندیدای خوب و مورد قبول جامعه ایرانی، که ما خوشبختانه همیشه حمایت شما عزیزان رو داشتیم. این بارم برای یک خانم فعال ایرانی تایید شده و واقعا با شناسنامه و کارنامه خوب و شفاف حمایت شما رو میخواد. تنهاش نگذارین، خیلیاتون تو همین منطقه هستین، یک تلفنی به ایشون بکنین و بتونیم که انشالله رأی شما رو داشته باشیم و هم برای خودتون مفید باشه هم برای جامعتون. یک بار دیگه جامعه ایرانی رو سربلند کنیم مثل همیشه. بسیار ازت سپاسگزارم. هنوزم نفهمیدم این همه درد سر مال چیه، ولی میدونم تو خونته. بعضی چیزا رو نمیشه کاریش کرد، نمیشه کاریش کرد و تو اگه بشینی مریض میشی. دقیقا. باید فعال باشی، باید کمک کنی، باید بری، باید باید تو اجتماع باشی و باید با درد مردم همراه باشی. دقیقا. حالا میخواد دنبال نمیدونم برف بدویی، دنبال برچی بدویی، مشکل بزرگیه البته. این برف خیلی مشکل زیاد راجع بهش صحبت و خیلی به هر حال با شهری خیلی داستان دارن مردم و به هر حال میدونم که این تو خونته و باید برید. کار اجتماعی تو وجودته و از عهدش برمیای و خوبم برمیای. خوشحالم که میری
همتیشو داری، متشکرم. انرژیشو داری، همش این نتیجه ای کبابایی که آقای مقدم بهت داده دیگه، جون گرفتی انقدر جون داری بری بدوی. من جا داره اینجا از همسرم هم تشکر کنم، واقعا همیشه پشتیبانی کرده، خیلی متشکرم. چه توی بیزنس، البته من باید اینم بگم که ما سال هاست که توی بورد آف ترید ریچموند هیل فعالیت داریم، بیزنسمون به نام شیراز، و ما پارسال، یعنی در سال 2018، البته پارسال بود ولی ژانویه 2018 تونستیم جزو سه تا بیزنسی باشیم که بین 4000 تا بیزنس جزء فینالیست های برندگان جایزه ای بودیم که اتاق بازرگانی به بیزنس ها میداد. و به غیر از ما دو تا بیزنس دیگه بودن که هتل هالیدی این از ما برد، ولی من رقیبت خوب بود. دقیقاً من با دخترم و آقای کیاسر دوست عزیزمون اونجا بودیم، و وقتی که من وارد هتل شرایتون شدم که خب مرتب لوگوی ما تو اونجا پخش میشد بین 4000 تا بیزنس در ریچموند هیل و فقط 3 تا لوگو داشت پخش میشد، من به دخترم گفتم همین قدمی رو که الان داریم میریم ما برنده هستیم. نتیجه تلاش های ما نه فقط برای بیزنس، برای که قسمت هاسپیتالیتیش بود، فعالیت های اجتماعی بود، و ما انقدر در این سطح بالا اومدیم که تونستیم بیایم جزء فینالیست ها، و همونطور که میدونین جزء ما تو بیزنس اوارد، پرژن بیزنس اوارد هم 2018 ما جایزه رو بردیم. و شیراز به هر حال یه مکان بیزنسی هست، ولی من جا داره بازم اینجا از همسرم به خاطر فعالیت هایی کرده، از اینکه همیشه منو ساپورت کرده تشکر کنم. همینطور دوست بسیار خوبمون آقای کیاست که همیشه در کنار ما بوده، همه یه مشکلات زندگی ما رو سر کرده در کنارمون حل کنه به عنوان یه دوست خوب، و جادر آدم از دوستای خوبش همیشه تشکر بکنم. امکان این که این روزا دوست خوب خیلی هم کم، همیشه وقتی که یه نفر از نظر دیگران موفقه، من جاهای مختلفی برای مصاحبه رفتم، هیچ وقت امکان نداره یه آدم فقط خودش موفق باشه، حتما بدونین یه مجموعه کاملی در کنارش هست، تیم بسیار خوبی داره باهاش کار میکنه، و اینها با تجربیاتشون، با تلاششون، با انرژیی که میذارن یه نفر رو کمک میکنن که پیشرفت بکنه. من جا داره از همه دوستان، از فامیلی خودم، از همه کسایی که منو حمایت کردن که بتونم خواسته هامو انجام میدم، فعالیت کنم و برای جامعه هم مفید باشم، همینجا تشکر میکنم. ممنون. ما هم از شما ممنونیم که یک شهروند خوب، یک ایرانی خوب، یک خانم موفق و زحمتکش و خوبی برای جامعهمون هستی، و خوشحالیم که کاندید شدی. که از شما بهتر و خوش به حال وارد پنج که میتونین یک کانسلر خوب مثل مهناز شهبازی داشته باشین. منم شخصا تشکر میکنم از جناب کیاست که نام بردن یکی از دوستان و عزیز قدیمی شهر تورنتو، یکی از بیزینسمن‌های موفق و یکی از عزیزانی که در صحنه کار سیاسی کانادا از اون قدیم و ندیم ها که من یادم میاد، البته من اینا رو که میگم سن خودم یه ذره لو میره، ولی واقعا یادم میاد از اون خیلی قدیم، ولی باید آنست که... باشیم با مردم. بله قرار شد که آنست باشیم، ولی یادم میاد از خیلی قدیم که ما مثلا ما خدا بله روح آقای فولادی شاد نیستن دیگه، خدا رحمتشون کنه، یکی دو تا ایرانی ما بیشتر اون زمان نداشتیم که در صحنه سیاست کانادا. من وقتی راجع به سال 2001 راجع به مایکل پارسا حرف میزنم که اون موقع توی گدرینگا بودن، اصلا ایرانی نبود. در صحنه سیاست حزب کانزرواتیو اون رو داشتیم، در لیبرال ها آقای فولادی رو داشتیم. اون موقع من آقای کیاست رو میدیدم، فعال بودن، از فعالان خیلی قدیمی و از انسان های شریف، یکی از انسان هایی که نمونش واقعا کمه، خیلی کمه. یعنی شما از این لحاظ هم بسیار خوش شانسی که یک دوست خوبی مثل ایشون داریم، و همه ما که یک انسان شریفی مثل ایشون رو در شهرمون داریم، بعد در جامعه ایرانی داریم، اینا واقعا کم انتداد، چون باید قدرشون رو بدونیم. با شما خداحافظی میکنیم، برات آرزوی موفقیت میکنیم، با امید روز 22 اکتبر که بیاین رستوران شیراز مهمان شما و جشن بگیریم. من بازم تشکر میکنم از همه بینندگان عزیزمون، از اینکه به صحبت‌های من گوش کردین. به امید اینکه توی برنامه‌های مختلفی که هست تشریف بیارین، سوالاتی رو دارین حتما با من در میون بذارین، و بتونم خدمتگزار خوبی برای جامعه ایرانی و کانادایی باشم. همونطور که در بورد 5 کانسلر فعالیت‌های زیادی و مسئولیت‌های زیادی داره، من بتونم یادم مسئولیت پذیری باشم، بتونم کارهامو درست انجام بدم و بتونم انسان مفیدی برای دیگران باشم. خیلی متشکرم. مرسی. اولین نامزد پارسی زبان شورای شهر ریچموند هیل در انتظار حمایت شما در روز 22 اکتبر برای ورود به شورای این شهر است.
با حمایت از مهناز شهبازی برای اولین بار پارسی زبانان نماینده‌ای در شورای شهر ریچموند هیل خواهند داشت. در کنار هم پیروز همچو شاه بازی در اوج.